درود بر همگان. اکنون حدود 9 ماهه که جنگ در غزه ادامه داره. سربازان اسرائیلی 2 بخش هستند. یکی سربازان وظیفه هستند یا ارتش منظم اسرائیل و 2 برابر این ارتش نیروهای ذخیره اسرائیل هستند. نیروی ذخیره یعنی چه؟ یعنی افرادی که پزشکن، مهندسن، کارگرن، کارمندن، شغلهای مختلف دارن و وقتی که جنگ میشه اگر جوانتر از مثلا 50 سال باشن به زیر پرچم فرا خونده میشن، بسیج میشن و در جنگ شرکت میکنن. این مردان اسرائیلن. حالا خانم ها چی کار میکنن؟ چون درسته که دخترها در ارتش اسرائیل خدمت میکنن، ولی موقعی که ازدواج میکنن و بچه دار میشن دیگه از خدمت ذخیره معاف هستن. بنابراین خانم ها میآیند و از خودشون میپرسن که ما چطوری میتونیم به ارتش و به این تلاش دفاعی اسرائیل کمک بکنیم. همینطور افراد بسیاری، زن و مرد در اسرائیل وجود دارن که به علت سنشون یا هر علت دیگری خدمت وظیفه یا خدمت ذخیره انجام نمیدن، ولی اونها هم خیلی دلشون میخواهد که بیایند و اون سهم خودشون رو در کمک به سربازان و دفاع از وطنشون انجام بدن. و یکی از این کمک ها درست کردن غذاهای تازه و خوشمزه برای سربازانیست که در جبهه میجنگن. این است که ما میبینیم مثلا بعضی از رستوران های اسرائیل اعلام میکنن که ما هر سربازی که اونیفرم تنشه و وارد بشه بهش غذای مجانی بدیم. رستوران هایی هستن که غذا رو میپزن میبرن در مرز و اونجا به ارتش تحویل میدن که سربازان بخورن. یه نمونه دیگر کمک، یعنی انجام وظیفه شهروندان اسرائیلی که به نظر من خیلی جالبه، یه دختر 14 ساله از خودش میپرسه که من چطوری میتونم به ارتش و به سربازان کمک کنم. میره سلمونی یاد میگیره و میره جلوی مرز دستگاهش رو برپا میکنه که هر سربازی که بیاد مجانی اون سرباز رو موهاش رو اصلاح میکنه. ولی یکی از رشته های بسیار جالب این است که غذاها رو میپزن و برای سربازان میبرن در یک سالونی نزدیک من. سربازا میان میخورن و لذت میبرن. یکی از بانوانی که بسیار فعال در این زمینه، خانم سیوان شهاب، بیش از هر فرد دیگری یا در کنار افراد دیگر غذاهای خوشمزه ایرانی رو درست میکنن و در تعداد خیلی زیاد میبرن در قرارگاه های نظامی. میزی درست میکنن، پهن میکنن و سربازان میآیند، نه فقط سربازان، فرماندهان هم میآیند و میخورند و به به میکنند و از این کمکی که یعنی یاری رسانی شهروندان به سربازان هم بسیار شاد و قوی دل میشن. ما دعوت کردیم از خانم سیوان شهاب که گفتگویی بکنیم، در این باره بیشتر توضیح بدن و این یک نوع قدردانی هم باشه از زحمات ایشان. خانم سیوان شهاب در تل آویو، به شما خوش آمد میگیم. مرسی عزیزم، متشکر از آقای امیر، متشکر از فرصتی که داده شده برای اینکه هم آگاهی سازی بشه و هم دیگران بتونن شاید از این جریان یه احساس خوبی بگیرن که بتونن همکاری هاشون رو با وضعیتی که ما الان در کشورمون داریم بیشتر بکنن و بدونن که این همکاری ها واقعا احساس خوبی قبل از همه به خود آدم میده. بله. من یه توضیحاتی اول دادم ولی بی جهت نیست از شما بپرسم که
چه انگیزه ای داشتید که بیایید و ترتیب پخت و پز 200 پرس غذا 300 پرس غذا رو بدید که هم هزینه مالی داره و هم هزینه درست کردن داره، بعد سوار وانتبار یا هر نوع ماشین دیگری بشید این رو ببرید نزدیک جبهه، میزی بچینید و غیره و غیره، انگیزه شما چی هست؟ بفهمید. شما اگر دقت کرده باشید من از فعالیت اجتماعی و فرهنگی در اسرائیل به این برنامه احساس کردم که میتونم بیشتر، موقعی که فعالیت فرهنگی و اجتماعی در موقع جنگ برای یک ایرانی که نظرش آگاهی رسانی در مورد برنامه های فرهنگی هست، اون موقع در موقع جنگ این برنامه ها خیلی احتیاجی به اون لحظه در اون لحظه وجود نداره براشون. به منی که من اینجا باید توضیح بدم که شما بنیانگذار فرهنگ سرای ایران در اسرائیل هستید که هدفش شناساندن فرهنگ غنی ایران به مردم اسرائیل. بفرمایید. بله، ولی الان در موقع جنگ ما احتیاجی نداریم که این چیزها رو نشون بدیم. الان باید مواظبت کنیم از کشورمون، از شهروندای کشورمون، اما بیشتر از همه از سربازای کشورمون که توی این آتش جنگ افتادن و توی هوای گرم بایستی که یا سرد، الان تقریبا 10 ماه ما داریم می جنگیم و این چندین ماه هم هوای سرد خیلی بد رو گذروندن، باد و بارون و سرما، و هم هوای خیلی گرمی رو دارن می گذرونن الان. و تنها راهی که ما داریم برای اینکه به ما اون احساس امنیتی رو که باید تو خونمون داشته باشیم، زندگی معمولی رو که بایستی که انجام بدیم رو ما عمل میکنیم بهش روز به روز. ما جشنا رو میگیریم، تولد میگیریم، عروسی میگیریم، انگار نه انگار که جنگ هست. و این رو ما خیلی خیلی متشکریم از سربازانمون که تونستن این امنیت رو برای ما ایجاد کنن که بتونیم حالت زندگی نرمال رو در موقع جنگ داشته باشیم. پس اگر این که یه همچین چیزی هست، منی که شهروند این کشور هستم میتونه چی باشه؟ مسئولیت من اخلاقیش نسبت به این سربازها چیه؟ و من میدونم که از نظر فرهنگی نمیتونم کمک بکنم و البته از نظر اجتماعی، اول ما ایرانی ها یه فرهنگی داریم که توش انقدر همه چی خیلی خیلی پر افتخار و خیلی پر شکوهه. به یکیش غذاهای فوق‌العاده خوشمزه‌ایه که ما از ایران با خودمون تا امروز هنوز همون غذاها رو ادامه میدیم، به روی میزمون هست. و البته که امروز که آگاهی خیلی بیشتری به فرهنگ کلیناری غذای ایران هست، الان خیلی دوست دارنده و چه میدونم طرفدار این غذاها از هر طریقی هست. و البته که سربازها ازش جدا نیستن و موقعی که ما غذا میبریم برای اینها به طعم آشپزخانه ایرانی، خب باسش سر و دست میشکنن از اون همه غذاهای هم خوشمزه، خوشبو، خیلی سالم، پر از سبزیجات، پر از تمام چیزهایی که خیلی سلامتی پشتش هست، واقعا استقبال میکنن. به ما افتخار داریم که اینا رو دست اینا به اینا برسونیم و لذت اینا رو به چشم میبینیم. به برامون خیلی خیلی احساس خوب به جا میگذاره. تشکر میکنم. اجازه بدین که یکی دوتا کلیپ ببینیم. اومدیم برای 300 تا سرباز توی غزه غذا آوردیم، غذاهای ایرانی آوردیم به خاطر اینکه میدونستیم که ممکنه که خیلی دوست داشته باشن. ازم خواهش کردن که حتما غذاهای بیاریم که طعم ایرانی داره و شفت
ترخون پاستا با آنتی پاستی خورشت بادمجون با لوبیا سبز خیلی خوشمزه شده. براشون تعدیق آوردم که فکر کردم که شاید بهترین چیز باشه برنج ایرانی، دلمه و دلمه فلفل که بوش تا کجا میره و بهترین سالادا رو که گذاشتیم اون طرف به خاطر اینکه بغل اینا نباشه. امیدواریم که لذت ببرن. چند دفعه دیگه براتون فیلم میگیرم از اینکه چجوری اینا گرم میخورن لذت میبرن یا نه. من میخوام آب میزنی. خیلی ممنون. چی میخوری؟ من میخوری خورشت آلو، خورشت به، خورشت سبزی. I'm گوندی. گوندی کجا؟ گوندی کجا؟ تموم شد، دیر اومد. تموم شد. کفارات علیه. بله، این کلیپ ها نشون میده که سربازان چه اشتیاقی دارن به اینکه غذاهای ایرانی رو بچشن، بخورن و لذت ببرن. خانم سیوان، فکر میکنم که شما با این کارتون دو با یک تیر دو نشان میزنید. دقیقاً. یکی بله، یکی این که میایید و اون وظیفه میهنی خودتون رو انجام میدید و اون تقویت نیروهای دفاعی اسرائیل، سربازانی که از موجودیت و امنیت کشورشون دفاع میکنن، و همزمان شما غذاهای ایرانی براشون میبرین و اونها لذت میبرن و به این ترتیب با غذای ایرانی که بخشی از فرهنگ ایرانی هست آشنا میشن. بفرمید. بله بله، دقیقاً به این افتخاریه که ما هر جا که نگاه میکنیم فرهنگ ایران اینقدر گسترده است که توی هر چیزی دست داره، به دست بالا داره نسبت به فرهنگهایی که در اسرائیل میشناسن. این فرهنگ رو کمتر شناختن. اسرائیل کشور جوانیه که کمتر آگاهی داره نسبت به هر گروهی که توی کشورش هستن، و به خاطر اینکه گروه های مختلف دنیا در این کشور جمع هستن، پس هر کدوم از ما سعی میکنیم رنگ و بوی فرهنگی خودمون رو برای دیگران نشون بدیم و بشناسونیم. ما خیلی موفق هستیم از این نظر به خاطر قسمت آشپزخونه غذاهای ایرانی که مورد توجه بود، خیلی با طعم اسرائیلی ها جور در میاد. بله. از این نظر ما اضافه یک چیز اضافه میده. بله. الان اجازه بدین که یک کلیپ ببینیم از یکی از افسران ارتش که سربازانش از این غذاهای لذیذ ایرانی لذت بردن و قدردانی میکنه از همه کسانی که کمک مالی کردن که بشه این برنامه رو اجرا کرد. با هم ببینیم. אז תודה רבה לכולם, לכל התורמים הנפלאים שתורמים לנו, ובזכותכם אנחנו מצליחים להקים ערבים כאלה מושקעים וכאלה טובים. הגדוד שלנו מאוד מאוד מעריך את זה. אנחנו אוהבים אתכם כמו שאתם אוהבים אותנו. והנתינה שלכם היא לא ברורה והיא לא ניתנת מאליה. וזה מורגש גם באהבה שאנחנו נותנים וגם באיכות. ובסוף בסוף בסוף מי שנהנה מכל הטוב הזה זה החיילים שלנו שנמצאים ממש ושומרים עלינו. ותודה רבה לכם, אנחנו ממש ממש אוהבים אתכם ומודים לכם על כל הנתינה הזאת. תגיד את השם, תפקיד ואת כמה זמן. קוראים לי קובי בן עזרא, אני מגויס ממרץ לכוח אבשלום, אני סמגד ואני מודה לכם מאוד. איש נשמה, פשוט נשמה בלב. תודה, 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 באמת לא מספיק התודה, אבל צריך להגיד אותה כי זה הכי שאני יכול כרגע, ואם תבואו לפה אני אחבק אתכם גם. נשמה יקרה. ואני מודה לכם מאוד. תודה רבה. רק בשמחות. תודה רבה. חנום סיוון, در مجموع برخورد افسران
با شما. ما یه مورد رو دیدیم، ولی افسران من شنیدم که مرتب به شما زنگ میزنن از واحدهای مختلف ارتش و میگویند برای ما هم غذا بیارید، درسته؟ بله، آشپزخونه ایرانی یکی از افتخارهای ایرانه که از طریقش میشه به قلب ها رسید و خیلی خیلی راه رو آسون میکنه برای اینکه بتونیم جا بگیریم تو دلهای سربازای عزیزمون، از اینکه میتونیم یک چیز یک احساس خونگی یا خونوادگی بدیم به این سربازهایی که ماها چشمشون به خونه نخورده. این راه ماست که خونه رو میاریم اونجا وسط جبهه جنگ و اینها از دیدن اینجور چیزها به شوق میان. یه نکته مهم انگوش گذاشتید و اون این است که برخی از سربازان و حتی از نیروهای ذخیره یک ماه، دو ماه، سه ماه، گاهی چهار ماهه که به خانه خودشون برنگشتن و غذاهای خانگی رو نخوردن و این غذاها میتونه یک لذتی بهشون بده که تا حدود این کمبود رو جبران بکنه. میخوام بپرسم که هزینه این فعالیت اجتماعی و میهنی شما و دیگر سازمان ها چطوری تامین میشه؟ شما تذکر دادید از اول برنامه که ما 200 تا 300 تا غذا درست میکنیم. ما خیلی بیشتر، اول شروع کردیم با 100 تا، بعد شد 300 تا، امروز هر هفته 1000 سرباز از ما غذا درخواست میکنن و امیدوارن که بگیرن، به ما امیدوارن که بتونیم تهیه بکنیم. مشکل بزرگ هزینه است، همینجور که صحبت میکنین، به تا جایی که تونستیم از هدیه هایی که به ما داده میشه برای اینکه این کار رو ادامه بدیم ما استفاده کردیم. امروز یعنی کمک های مالی شهروندان اسرائیل و آیا یهودیان یا ایرانیان خارج از اسرائیل هم کمک مالی کردن و میکنن؟ به نظر من به ما کمتر، اما حتما خیلی بیشتر به تمام کسانی که این کارو میکنن. لذت قشنگی هست وقتی که ما میریم این غذاها رو قسمت میکنیم و میبینیم که توریست ها اومدن اینجا، اومدن برای اینکه پشتیبانی بدن از این سربازها. هر کدوم که میان کمک میکنن برای این پختن این غذاها. قسمت این غذاها در داخل غزه پخته میشه یا در نزدیک مرز و ما همگی با هم دیگه دیگارو هم میزنیم، هر چی که بتونیم، هر کسی که میدونه یا نمیدونه، همه میخوان یه قسمتی داشته باشن از این افتخار و لذت که میتونن یه لبخند بگذارن روی صورت یه سرباز و بدونیم که این احساس فوق‌العاده‌ایه که روش دعواست. پس ما میبینیم هزارها داوطلب که هر روز میان و کمک میکنن، به مهم نیست کجا. یک عالمه آشپزخونه های صحرایی داریم که درست شده در کنار نوار غزه و ماها ما درها میریم به در اینجا، هر کدوم خالی هستند فوری لوازم خالی میکنیم و شروع میکنیم به پخت و پز و بعد از چند دقیقه همه سربازها که میبینن که بوی غذا میرسه و رد میشن از بغل جاده کشیده میشن، میان میخورن و میبرن برای تمام دوستانشون و البته چندین روز ما رو به احساس خیلی بلندی، با احساس خیلی خوب نگه میدارم. بله، یکی دیگه از کمک هایی که دوستان ایرانی زاده ما انجام میدن تماس با سربازان هست برای تامین رفاهشون و از جمله باد بسن. باور نمی کنید هوا در اسرائیل بسیار گرمه، در غزه. بله، در غزه باز گرمتره و اینا می آیند و پنکه ها رو و بادبزن های برقی رو می خرن و بین واحد های ارتش توزیع می کنن. از دو بانو می تونم نام ببرم که بسیار فعالن در این زمین، خانم شیرل شمسیان و خانم سحر که
که از همکاران پیشین رادیو پیام اسرائیل هم بودن و بسیار انرژی صرف میکنن که پولی جمع بکنن و این پنکه ها رو به دست بادبزن های برقی رو به دست سربازان برسونن. و در این فرصت ما از خانم شیرلی شمسیان و از خانم سحر هم سپاسگزاری میکنیم. Thank you for your efforts to help us in our work. Appreciate you do a good job for us, for the soldiers. We appreciate and thank you. خانم سیوان شهاب، سپاسگزاری عمده به شما. من از نزدیک فعالیت شما رو دنبال میکنم و میدونم و میبینم که چقدر انرژی صرف میکنید که همزمان با فعالیت‌های فرهنگ سرای ایران در اسرائیل این وظیفه میهنی رو هم انجام بدید. سپاسگزارم. متشکرم از شما و امیدوارم که ما بتونیم از طریق کمک‌هایی که از بیرون و از داخل میشه کارمون رو ادامه بدیم، به خاطر اینکه غذاهایی که اینجا ما میدرست میکنیم برای اینها قوت قلبیه، برای اینها خیلی بیشتر ارزش داره از اون چه که توی دهن میره برای گشنگی. خیلی غذای روحیه تا غذای جسمی. تشکر میکنم خانم سیوان شهاب در تل اویو. I'm Shukir. I'm an officer in the IDF, and it's been a real privilege to know that due to your donation we can have this wonderful evening. As you see, many soldiers are behind me. You give us strength, you give us hope to know that there are many civilians even around the world that cares about us and hugging us and donating things to the soldiers. So thank you.